داشته بودن که اقتدار ایران که پنجمین قدرت جهان بود و افتخار میکردیم. من به تلویزیون جهانی روسیه گفتم، به تلویزیون خود عربی گفتم، گفتم ما افتخار میکردیم که ژاندارم خلیج فارس بودیم، قدرت داشتیم، قدرتمند بودن. ما تو محله منم خوشحال بودیم که پهلوان محله باشیم، کسی به ناموس و بچه محله ما کسی چپ نگاه نکنه، بچه های نوغون و توپل محله، ما بچگی جوری بودیم. تو محله ما اون موقع رسم بود دخترها رو چادر از سرشون میکشیدن چه میکردن، تو خیابون میگرفتن چه میکردن. ما افتخار میکردیم که قدرت داریم. بچه های محل ما یزدان گواهی، یزدان گواهی. یه روز دختر اومد از مدرسه، 9 سالش بود، دیدیم قشنگ خوشگل بود، هر روز صبح میرفت ما برایش دست میزدیم، لباس قشنگ بپوشید بدون چادر بدون روسری میرفت ورزش. شمسی بود اسمش. یه روز دیدم شمسی آمد داره میره تو خونه، چون همینجور چشش پر اشک. حالا ما موقع 10-11 سالمون بود، گفتیم شمسی چی شده؟ هیچی نگفت. ما تا در خونش رفتیم، هیچی جواب نداد. رفت تو خونش و مادرش در رو وا کرد، اینا ما رفتیم تو. گفتم که چی شده شمسی؟ نازش پرس چی شده؟ چی شده؟ محله بالای شمسی می اومده خوشگل بوده، چون موقع نوبون توپل محله خب همه چادر روسری داشتن، اکثریت نداشتن، ولی کسی با خوشگلی شمسی 9 ساله نبود، اذیتش کرده بودن یه محله بالاتر. ما افتخار میکنم اینو به شما میگم بچه، غیرت، غیرت بابا. با تریاک و هیروین همه چیز ما رو گرفتن، من با افتخار اینو بهتون میگم. اومدم 2-3 تا بچه ها پشت سر من بودن، همه بچه های خردو کوچیکن، بودم بچه های بالایی شمسی ما رو پیک کردم بچه محله ما رو حمله. آقا رفتیم حمله ای کردیم، زدیم عمو یارو که از 2-3 تا بودن اذیتش کرده بودن، دخت انگوش به فلان فدام زدیمشون. از قضا بذار اسما رو بگم الان دیگه، شب 40 سال گذشته، 40-50 سال بود. یک کسی بود اکبر، توپولی هم بود، اکبر فرنجی، قرض الحسن داره الان تو مشهد. این باباش خدا رحمتش کنه، بابای خیلی خوبی داشت، آثار عتیقه قدیمی رو میفروخی، آثار عتیقه قدیمی تو خونش نبود. یه از جمله جیزه بود که باید تبرزی نامده بود. آقا از جمله بود یه بود دیدیم خون رو زمین، آیا خون ما در رفتیم دیگه. آقا برگشتیم نگودیم چی بود جنم؟ اکبر گفت ما با همی تبر زدم به اونجا یه یارو. آقا این غیرت بود، حالا میاد بگه خشونت بود دیگه. من کسی جرأت داشت به بچه به ما چپ نگاه کنه؟ به خود ما من کسی جرأت داشت چپ نگاه کنه؟ حتی ما رو گرفتن بردن پلیس، همه اونو. سروانه اومد وایستاد، مثل این مسعود سپند بود سروانه، چون سپند هم میدونه سروان بوده تعریف که میکنیم. سروانه اومد همه رو پرسید، بعد 5 نفر نگه داشت، بقیه همه رو گفت بره خونه هاتون. گفت شما شاکی هم رفتین زدین فلان اینا، چرا زدین؟ من صحبتی هم توضیح دادم اینا. بعد در اتاقش بود، گفت در رو من میدم، در بستم. گفت بشین اینا ما نشستیم رو زندگی. گفتیم دیگه اخربانو میرم بچه 11-12 ساله اینا کار رو میخواد بکنه. گفت چایی که میخوریم، چایی بیار براش. چایی آوردن و روبروی قنادی بود، یه قنادی چارای شتاباد کرانتری میدم چند بود، چارای شتاباد. گفت برو از اونجا دویست نونخامهی بگی بیا، پولم بهش نده، بگو برای بچه هاست. رفت و اومد گفت قربان من پول دادم ولی نگرد. گفت میلیون هستم نمیگیره دیگه، تو خودت خراب کردی، بده بچه ها بخورن. آقا ما دیدیم چایی نون خامه ای، گفتیم بعدا میخواد یه شلاق ملاق ما رو بزنه. وقتی خوردیم سروان اومد گفت بچه ها چه کار خوبی کرد، ولی دیگه نکنین، دیگه یه کار نکن، کارتون خیلی قشنگ بود، از دختر محلتون دفاع کردیم، اونم 9 ساله، دیگه کار نمی کنیم. اتفاق افتاد، میان به من جناب سروان حبیبی بود مثل این کسمش حبیبی، گفت به من میگین رئیس کلانتری هم پاسبان دارم پدرشون رو در میارم، دیگه این کار نکنین ها، ولی اینی که کردین خیلی عالی، خیلی خوب کردین، آفرین به شما. و ما همه دست داد گفت بنو خونم ما اینجوری باید باشیم،
بگیرن برن هر چه بهتون تجاوز کنن. الان تو هر جای این مناطق میرفتیم، مسعود دهنمکی رفت فیلم ساخته که فساد فحشا تو دبی و ترکیه، دختری رو به فحشا برن. غیرت کو بچه‌هایی که رفتن تو جنگ اون مملکت رو حفظ کردن، معلول جنگی شدن، الان اکثرشون نون شب ندارن بخونن، خرج تحصیل بچه‌هاشون رو ندارن. یک مش دزد، یک مش بیوطن، یک مش دشمن ما و مزدور اعراب. ما با اعراب مشکلی نداریم. من بهترین رفیقام تو این 40 سال تو خارج از کشور تو دنیا اعراب هستن. من با عرب مشکلی ندارم. با تفکر حاکم بر ایران، با تفکر عربی حاکم بر ایران مشکل دارم، با این نفاق و دروغ مشکل دارم. آقا از علی خامنه بگیر تا روحانی تا لاریجانی ها، اینا همه نوکر عربستانن. برای لاریجانی ها رفتن تو لندن ویلا خریدن. من نمیگم اینو، مشاورای خود رهبرشون اینا داره میگه، من نمیگم، خودشون دارن. یا آقای رائفی پور دروغ میگه، میان خرابش هم میکنن. آقا داره میگه برای اینا رفتن تازیان در لندن ویلا خریدن، میان به رائفی پور پوش میدن. چرا؟ چون الان اپوزیسیونم فقط مدافع روحانی و باندشه و اونایی که تو همین قدرت هستن و علکی و وری وری ها رو میزنن. آقا مردسابی داره میگه، سه نفر دیگه گفتن، سه چهار نفر میگن آقا برای خون. خب خود این هم که در بودن که این هم میلیاردها دلار دزدی کردن، حساب وا کردن به نام خودشون، حساب های قوه قضاییه. آقا بعد میان یاروی که تو ایران اینا رو افشا میکنه، میان لگد مال میکنن، نابودش میکنن با پوش خوابیده بدتر. آقا حرف داره میزنه، برید یه شکایت کنید یا پیگیری کنید، درست میگه نادرست داره میگه، همه تو نوکرید اونجا. بعدم این اینقدر دقیق و حساب شده و امنیتیست که نمیفهمم، احمقا نمیفهمم. زمان محمد رضا شاه، آقای ثابتی، پرویز ثابتی، درود دارم بهش، پرویز جان ثابتی تو کتابش نوشته از معاونین ساواک، نوشته یهو حسین ارشاد ساخته شد مهدیه تو جنوب و چند میلیون دلار خرج ساخت اینا شده بود. ما نفهمیدیم پولش از کجا آمد. ثابتی جان، به قول بزرگانی که گفتن ای کاش سیاوش عوستو تو 50 سال پیش می بودی، ما تاریخ 2500 می گفتیم 7000 سال. یا مثلا سریا به من میگفت ای کاش آیین عوستو رو من و محمد رضا شاه خونده بودیم. گفتم چطور؟ گفت که آخه دیگه شاه که یک دختر داشت. گفتم آره. گفت خب امر ولیعت اعلام کرد، عشقی که من داشتم که الان هنوز تو دلم دارم میمیرم از عشق، عشقی که محمد رضا شاه به من داشت. البته بعدش خب شهبانو داشت بودن، اون یه چیز دیگه، از خود شهبانو هم به فرای به سرای ارادت داره. گفت که آره دیگه اگر میخون میفهمید که آقا در آیین اوستا زن میشه شاه بشه در چارچوب، خب دخترش شاه میکرد عشق ما میمون. من صدای شهبانو رو همینجا براتون پخش کردم که خود شهبانو هم احترام بزرگی برای فرانسیس سرایا قائل بوده است. اینها قبل اون ماجراست. این همه درس، همه درس باید بگیر. و بعد شهبانو من خودم اینجا پخش کردم تو همین گزارش اخیر از کنم خدمتتون، آریامهر هستشون اونجا میگه که من فلان روز اگه میرفتم سرایا رو میدیدم چقدر خوب میشد، دوستش داشت، عشقش بوده. حالا میخوام بگم عزیزان من، این ارزش و اعتباری که ایران تو داشته، تو همیشه بایش باید مفتخر باشی. اما تازی اومدن این نابود کردن ما رو. پرویز ثابتی میگه ما نفهمیدیم حسین ارشاد با چه پولی کجا ساخته شد. قربونت برم، از بودجه حج من در کتاب فریب بزرگ، دکتر علی شریعتی، فریب بزرگ، افسانه پرداز و افسونگر شیرین‌ساز.